سلام. در برنامه آموزشی امروز شرکت انکیوبت در خدمت شما هستم که تمام برنامه‌های ممکن در حال حاضر کشور کانادا رو براتون توضیح بدم. شما یا هر فرد متقاضی میتونه زیر مجموعه هر کدوم از این برنامه‌ها، البته به شرطی که واجد و شرایط اون برنامه خاص باشین، درخواست مهاجرت بدین به کشور کانادا. توضیحاتم رو با توضیحات اجمالی در مورد کشور کانادا شروع می‌کنم. کشور کانادا همیشه جز کشورهای برتر بوده، جز 10 تا کشور اول دنیاست و رتبه بندی محکم و قوی رو در بین کشورهای جهان از لحاظ زندگی داره. کانادا کشوریه که در چند دهه گذشته در سالهای اخیر پذیرای تازه واردین زیادی بوده. همچنین این کشور دارای وضعیت پایدار سیاسی، سیاست اجتماعی پیشرفته، جمعیتی داره با افراد متفاوت از گونه‌های متفاوت، از نژاد، رنگ و زبان‌های متفاوت و بنابراین این کشور تعریف شده به کشوری با ارزش‌های چندگونه و چند فرهنگی قوی. افرادی که به کانادا میان برای مهاجرت میتونن این کشور رو مثل خانه خودشون، مثل سرزمین خودشون تصور کنن و این احساس رو اکثر آدم‌ها دارن. همینطور کشوریه که افراد زیادی با اصول اخلاقی متفاوت، با جنسیت متفاوت و با زیر مجموعه قوانین و آزادی یکسان میتونن در کنار هم زندگی کنن. کانادا فضای کافی داره برای اینکه شما و هر فرد متقاضی مهاجرت بتونه زندگی جدید خودش رو در این کشور شروع کنه و بتونه اون فرد متقاضی و مهاجر در این کشور تشکیل خانواده بده. از محاسن کانادا داشتن طبیعت زیبا، سیستم بهداشت رایگان و محیط امن برای زندگی شما و افراد خانوادهتونه و اینکه دیگه چه موردی میتونه وجود داشته باشه که یک کشور داشته باشه و یک فرد بخواد اون کشور رو انتخاب کنه برای زندگی، انتخاب با شماست. در واقع کانادا متشکل از مهاجرانی که از اقصا نقاط جهان به این کشور اومدن، به زبان مختلف صحبت میکنن و هر سال این کشور، یعنی کشور کانادا، پذیرای بیش از 200,000 مهاجر جدیده. تنوع سابقه، گذشته و زبان افراد مهاجر در این کشور خیلی زیاده. بنابراین این تفاوت‌ها و این ویژگی‌ها است که این کشور، یعنی کانادا، را به کشور متفاوت و منحصر به فرد بدل کرده. همینطور ترویج و تنوع چند فرهنگی این کشور را متمایز کرده. مهم نیست که شما یا هر فرد مهاجر از چه کشوری به کانادا میایین. تمام قوانین حقوق بشر و به عنوان مهاجر از زمانی که هر فردی پاشو در این کشور میذاره شامل اون میشه. همچنین افرادی که در این کشور زندگی میکنن از منشور حقوق و آزادی بشر استفاده میکنن، زیر مجموعه اون زندگی میکنن و اگر افرادی خواهان شهروندی کانادا هستن، باید الزامات شهروندی رو که در این کشور وجود داره برآورده کنن. اگر که شما متقاضی هستین، میتونید دوست دارین که به عنوان شهروند کانادایی پاسپورت بگیرید و اگر بتونید این کار انجام بدین، باید زیر مجموعه یکی از روشایی که براتون امروز توضیح خواهم داد درخواست خودتون رو اعلام بفرمایید و شهروندان کانادا پاسپورت کانادایی دریافت میکنن و اجازه حق رأی دارن. دیگه اینکه براتون توضیح بدم، کشور کانادا به دو بخش تقسیم شده: دولت فدرال و دولت استانی. این دو دولت، یعنی دولت فدرال و دولت استانی، مدام قوانین خودشون رو بروز میکنن تا تازه واردین و شهروندان بتونن موفق باشن و بتونن به راحتی زندگی کنن. شرکت اینکیوبیت از طریق ارائه مشاوره به موکلین و به مراجعین خودش میتونه بهترین راه‌های مهاجرتی رو برای شما و برای هر فردی با توجه به شرایط خاص هر فرد در نظر بگیره. این شرکت میتونه به افراد کمک کنه در امور مهاجرت و در اموری که افراد بخوان کسب و کار و تجارت جدیدی رو به راه بیاندازن. همینطور از طرق مهارت و تخصص، اشتغال زایی یا سرمایه گذاری هر فردی میتونه، یعنی نه اینکه هر فردی، هر کسی که مایل به مهاجرت هست، اگه واجد و شرایط هر کدوم از روش ها باشه، میتونه درخواست خودش رو به کشور کانادا اعلام کنه و ما میتونیم به شما در این راه کمک کنیم. خب این یک نگاه اجمالی بود به برنامه، به کلن به خصوصیات و شرایط کشور کانادا. از الان به بعد میخوام براتون توضیح بدم در مورد 9 تا زیرشاخه یا 9 تا روش که هر فرد متقاضی اگر که واجد و شرایط باشه میتونه زیر مجموعه یکی از اون روش ها درخواست اقامت خودش رو به کشور کانادا، به دولت کانادا اعلام کنه. اولین روشی که امروز میخوام براتون توضیح بدم اسمش هست روش ورود سریع یا روش اکسپرس انتری.
اداره مهاجرت و شهروندی کانادا یا CIC اعلام کرده که متقاضیان درخواست اقامت از روش ورود سریع مدت زمان کمتر در پروسه انتظار باقی میمونن. و این برنامه جدیده که شامل پیشرفت‌های زیادی در مقایسه با روش قبلی. پیشرفت‌هاش و ویژگی‌هاش اینه که به متقاضیان در فرصت زمان کمتری پاسخ داده میشه توسط دولت. همینطور امکان دسترسی متقاضیان به راه‌های متفاوت بیشتر شده. کیفیت این روش بالاتر رفته، یعنی که افراد با میتونن مدارک خودشون رو با کیفیت بالاتر از روش‌های امن‌تری درخواست خودشون رو اعلام کنن. این روش در اول ژانویه سال 2015 اعلام شده. به ترتیب زیر روش ورود سریع به کانادا. یک روش هست به اسم برنامه فدرال مهاجرت از طریق نیروی کار متخصص، یا به زبان انگلیسی بهش میگن فدرال اسکیل ورکر. روش بعدی اسمش هست فدرال اسکیل ترید، یا به زبان فارسی یعنی برنامه فدرال مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر. روش سوم روش CEC یا برنامه مهاجرت از طریق تجربه کانادایی. روش چهارم برنامه PNP یا روش مهاجرت از طریق استانی. از تاریخ اول ژانویه 2015 اتباعی خارجی میتونن بعد از اینکه درخواست خودشون رو میدن و بعد از اینکه دعوتنامه میگیرن از دولت کانادا، میتونن درخواست خودشون رو به طور مستقیم برای گرفتن کارت اقامت یا PR کارت اعلام کنن. برنامه ورود سریع یا اکسپرس انتری برای گرفتن اقامت در کشور کانادا یه سری نیازها داره که افراد با توجه به اولویت و با توجه به ترتیب ورود به سیستم بهشون پاسخ داده میشه. دولت کانادا اعلام کرده که بعد از اینکه افراد یعنی متقاضیان دعوتنامه ی ITA میگیرن، به 80% از متقاضیان ظرف مدت 6 ماه جواب میده و کارت اقامت اونا رو خدمتشون میده. این برنامه برای افرادی هست که میخوان در یکی از استانهای کانادا زندگی کنن بجز استان کبک. یعنی استان کبک شامل برنامه ورود سریع نمیشه. اگر شما خواستار زندگی در استان کبک هستین، باید از این راه دیگه درخواست اقامت بفرمایید. این توضیحاتی بود در مورد برنامه اول. برنامه دوم که از اون طریق شما به عنوان فرد متقاضی میتونید درخواست اقامت به کشور کانادا خودتون رو اعلام بفرمایید، اسمش هست برنامه فدرال مهارت کاری. برای افرادی که مهارت خاصی دارن، یعنی که در یه رشته خاص سر رشته دارن. این برنامه برای افرادی که بر اساس مهارتی که دارن توانایی موفقیتشون در کشور کانادا رو میتونن به اثبات برسونن. متقاضیان این برنامه میتونن کارت اقامت خودشون رو دریافت کنن. همچنین افراد متقاضی باید قابلیت خودشون رو ثابت کنن و بتونن ثابت کنن که این قابلیت رو دارن که در اقتصاد کانادا مؤثر باشن. این افرادی که زیر مجموعه برنامه فدرال مهارت کاری درخواست اقامت خودشون رو به دولت کانادا اعلام میکنن، باید امتیاز بیارن. امتیازی که باید بیارن حداقل نمره 67 که باید این امتیاز رو طبق قوانین دولت کانادا یا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا به افراد میده. برابر این افراد متقاضی به عنوان فردی که مهارت کاری دارن یا متخصص در یه اموری هستن، میتونن گزینه‌های زیادی دارن که انتخاب کنن و میتونن زیر مجموعه برنامه فدرال و زیر مجموعه برنامه استانی درخواست خودشون رو اعلام بفرمایند. پس گفتم دو تا موضوع وجود داره در زیر مجموعه برنامه فدرال مهارت کاری: یک برنامه فدرال، یک برنامه استانی. برنامه فدرال اینطوریه که برنامه یعنی متقاضیان در این روش باید به یکی از استانهایی که در کشور کانادا وجود داره یا سه تا قلم رو درخواست خودشون رو بدن. باید اعلام کنن که میخوان در یکی از این استانها یا در یکی از سه تا قلم رو زندگی کنن. برنامه مهارت از طریق استان کبک فقط خاص استان کبک.
و قسمت سوم یعنی سه تا مورد داشت. مورد اول برنامه اقامت فدرال بود، مورد دوم برنامه مهاجرت از طریق استان کبک بود و مورد سوم برنامه فدرال مهارت از طریق تجارت. طبق این روش خیلی از استان از طریق فدرال یا از طریق استان، طبق این روش هر کدوم از استانهای کانادا با دولت فدرال یه توافقنامه‌ای دارن که هر استان با توجه به شرط، با توجه به نیاز اقتصادی که داره و با توجه به اینکه به چه افرادی نیاز داره، میاد نامزدهای انتخابی خودش رو انتخاب میکنه. پس اول استان انتخاب میکنه فرد متقاضی رو، اگر که استان اون فرد متقاضی رو انتخاب کرد، پرونده میره زیر مجموعه فدرال. برای واجد و شرایط شدن در این روش، فرد متقاضی به 6 تا فاکتور احتیاج داره که زیر مجموعه این فاکتورها باید 100 امتیاز بیاره. فاکتور اول داشتن مهارت زبان انگلیسیه که از این روش فرد مورد نظر، فرد متقاضی، حداکثر میتونه 28 امتیاز بیاره. فاکتور بعدی داشتن تحصیلاته که حداکثر 25 امتیاز زیر مجموعه این روش قابل کسبه. فاکتور بعدی داشتن تجربه کاره که حداکثر 15 امتیاز میشه گرفت. فاکتور بعدی سنه که حد اکثر 12 امتیاز میشه. فاکتور بعدی فاکتور استخدامه که شرط کاری پستون مهیا باشه که در این زمینه حد اکثر 10 امتیاز میشه گرفت. و فاکتور آخر فاکتور سازگاریه که حداقل 10 امتیاز میشه زیر مجموعه فاکتور سازگاری گرفت. دیگه بود براتون توضیح بدم که برای گرفتن امتیاز لازم افراد واجد و شرایط، تاکید میکنم افرادی که واجد و شرایط برنامه هستن، باید ثابت کنن که میتونن خودشون و خانوادهشون رو در مدت زمانی که در کانادا زندگی میکنن ساپورت مالی کنن. همچنین افراد باید بعد از اینکه مرحله استانی رو سپری کردن، وقتی که وارد مرحله فدرال یا مرحله فدرال شدن، باید آزمون‌های پزشکی، همچنین آزمون بتونن ثابت کنن که سوء سابقه نداشتن در کشور مبدا خودش، یعنی بتونن گواهی عدم سوء پیشینه بیارن. مورد بعدی که میخوام براتون توضیح بدم، یعنی که روش بعدی که زیر مجموعه این روش میشه واسه گرفتن اقامت به کشور کانادا درخواست بدین، برنامه فدرال تجارت از طریق مهارت، یا بهش میگن FST، یعنی که فدرال اسکیل ترید پروگرام. در این روش فرد متقاضی باید یه پیشنهاد کار داشته باشه با داشتن یه مدرک مناسب که بتونه شغل خاصی رو انتخاب کنه در یکی از استانهایی که در کشور کانادا وجود دارد بجز استان کبک. از تاریخ اول جنوری سال 2015 این روش زیر مجموعه روش ورود سریع به کانادا اعلام شده. افراد باید اگه میخوان زیر مجموعه این روش درخواست بدن، اول باید یه پروفایل باز کنن زیر مجموعه برنامه ورود سریع به کانادا. یعنی اینطور براتون توضیح بدم که برنامه اکسپرس انتری یا ورود سریع به کانادا یه بالا شاخه است، یعنی که یه برنامه اصلیه، و برنامه فدرال تجارت از طریق مهارت زیر مجموعه برنامه ورود سریع قرار میگیره. یعنی اول باید پروفایل باز کنید زیر مجموعه ورود سریع به کانادا، بعد این روش رو انتخاب کنید. افرادی که به تمایل دارن زیر مجموعه این روش درخواست خودشون رو اعلام کنن، باید حداقل نیازمندی‌های زیر رو داشته باشن. یعنی که اون افراد باید متقاضیان باید پیشنهاد کار داشته باشن در کانادا. همچنین پیشنهاد کارشون حداقل باید برای یک سال باشه. یعنی که باید گواهی صلاحیت رو در یکی از این صلاحیت کاری رو در یکی از استانها یا قلمروها داشته باشن. مورد بعدی که باید صلاحیت داشته باشن شما به عنوان فرد متقاضی اینه که باید مدرک زبان داشته باشین. باید حداقل نمره زبانی رو که از شما میخوان زیر مجموعه این برنامه که بتونید کوالیفای بشین، که بتونید واجد و شرایط بشین، باید لطف کنید داشته باشین. مورد بعدی اینه که فرد متقاضی باید نشون بده که در عرض 5 سال اخیر 24 ماه سابقه کار داشته و نیروی کار ماهر به حساب می اومده. همچنین فرد متقاضی این روش یکی دیگه از شرایط این بود باشه که از نظر مهارت و تجربه باید بتونه توانایی اجرای وظایف کاری که توی اون شغل خاص ازش تقاضا دارن، ازش میخوان که انجام بتونه بده، باید بتونه ثابت کنه که اون توانایی رو داره که وظایف اون کار رو انجام بده. حالا وظایف کار چجوری مشخص میشه؟ وظایف کار در NOC یا طبقه بندی شغلی دولت کشور کانادا اعلام شده.
دیگه براتون بگم اینه که یه مثال بخوام براتون بزنم در مورد رده بندی شغلی یا NOC در کشور کانادا برای نیروی کار ماهر، اینه که مثلا باید بتونید ثابت کنید که در یک از تجارت ها مثل صنعت، برق یا ساخت و ساز کار کردین، یا که در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات کار کردین، سابقه کاری دارین، یعنی که این روش برای افرادی که نظارت و سرپرستی داشتن در مشاغلی مثل منابع ملی، کشاورزی یا اینکه تولید، یعنی که برای سرآشپزها، آشپزها، قصابها و نانباها و همچنین افرادی که در زمینه پردازش، تولید و سرپرست آب، برق و یا اپراتور کنترل مرکزی بودن. اینا مثال بود. بنابراین قبل از اینکه هر فرد بتونه زیر مجموعه یکی از این روش ها انتخاب کنه که کدوم روش به شرایطش میخوره، حتما باید شرایط خاص هر برنامه رو داشته باشه. امروز من در خدمت شما هستم که هر کدوم از این روش ها رو به طور خلاصه براتون توضیح بدم. اگر که خیلی خلاصه از این روش ها براتون، ازتون درخواست میکنم که برنامه های کامل هر رشته را که شرکت اینکیوبتون برنامه ها رو برای شما پخش خواهد کرد در شبکه تلویزیون TM یا در یوتیوب لطفا نگاه بفرمایید. خب برنامه بعدی که زیر مجموعه این برنامه، افراد میتونن درخواست اقامت یا مهاجرت بدن به کشور کانادا. اسمش هست برنامه تجربه کانادایی یا CEC یا Canadian Experience Class. زیر مجموعه این برنامه توضیحاتی که براتون دارم اینه: این برنامه مختص افرادیه که دانشجو بودن یا دانشجو اینترنشنال هستن، یا اینکه بودن در کشور کانادا و فارغ التحصیل شدن، یا اینکه افرادی که در گذشته، در مثلا 2 سال گذشته در کانادا تجربه کاری دارن، برای مدیران یا افرادی که به طور موقت در کانادا و به طور البته قانونی در کانادا اجازه کار دارن. این افراد وقتی که طبقه یه سری سالهای مشخصی، حداقل اون سالها باید 1 سال باشه، در کانادا کار کردن و تجربه کانادایی داشتن، میتونن درخواست اقامت خودشون رو به کشور، به دولت کانادا یا به CIC یا به اداره شهروندی و مهاجرت و شهروندی دولت کانادا اعلام بفرمایند. برای ارائه درخواست زیر مجموعه برنامه تجربه کانادایی، شرایط زیر باید مهیا باشه. اول اینکه فرد مورد نظر، فرد متقاضی، حداقل 1 سال باید تجربه کار تمام وقت داشته باشه، یا که معادلش تجربه کار پارتایم یا پاره وقت داشته باشه به مدت 1 سال، یعنی 12 ماه یا 1 سال به مدت تمام وقت، یا اینکه به صورت نیمه وقت 24 ماه که 2 سال به حساب میاد. همینطور افراد، یعنی فرد متقاضی، باید ثابت کنه که سابقه کاری که داره مال 3 سال قبل از اینکه بخواد درخواست خودش رو به دولت کانادا، درخواست اقامت خودش رو ببخشید، به دولت کانادا بتونه ارائه بده. مورد بعدی اینه که فرد متقاضی که میخواد زیر مجموعه برنامه تجربه کانادایی درخواست اقامت خودش رو اعلام کنه، باید مجوز مناسب در کانادا داشته باشه، یعنی باید باید قانونی باشه وجودش در کانادا. همچنین فرد متقاضی باید نمره زبان مناسب در 4 تا مهارت صحبت کردن، خواندن، نوشتن و شنیدن داشته باشه. بعد از اون باید فرد متقاضی برنامه داشته باشه که در یکی از استانهای کشور کانادا بجز استان کبک زندگی کنه. همچنین فرد متقاضی با اجازه کار خودش نمیتونه برای به دست آوردن تجربه کار کانادایی زیر مجموعه یکی از این رشته‌هایی که در پایین میخوام براتون، در ادامه میخوام براتون توضیح بدم، نمیتونه زیر مجموعه اونا کار کرده باشه در کشور کانادا. 6 تا مورده. مورد اول آشپزیه که کد NOCش هست 6322. مورد بعدی سرپرست تشریفات غذاییه که کد NOCش هست 6311. مورد سوم متصدی یا مأمور کارهای اجرایی، کد NOCش هست 1221. مورد چهارم دستیار کارهای اجرایی که کد NOCش هست
1241، مورد پنجم تکنسیان حسابداری و نگهدارنده کتابه، کد ارائه‌اش هست 1311، و مورد آخر یا مورد ششم مدیریت خرده فروشی هست که کد ارائه‌اش هست 6211. پس اگر که فرد متقاضی زیر مجموعه یکی از این 6 تا موردی که توضیح دادم در کانادا تجربه کاری داره، نمیتونه از طریق این روش تجربه کانادایی درخواست خودش رو اعلام کنه. همچنین متقاضیان باید میتونن در زمان فرایند برنامه در کشور کانادا باقی بمونن. یعنی چی؟ یعنی که وقتی فرد متقاضی درخواست اقامت خودش رو بعد از داشتن تجربه کار کاناداییش به دولت کانادا اعلام میکنه، طبق اون زمانی که منتظر جوابه لازم نیست کشور کانادا رو ترک کنه و میتونه کماکان در کشور کانادا باقی بمونه. همچنین برنامه تجربه کانادایی برای افرادی که در حال حاضر در خارج از کانادا زندگی میکنن ولی تا 2-3 سال گذشته در داخل کانادا بودن و تجربه کاناداییشون مال 2-3 سال گذشته هست و معتبر هست، میتونن زیر مجموعه این روش درخواست خودشون رو اعلام کنن. همچنین افرادی که بعد از جریان فارغ التحصیلی خودشون، یعنی که دانشجویان اینترنشنالی که فارغ التحصیل شدن و در حال حاضر اجازه کار دارن، میتونن زیر مجموعه میتونن بعضی تحصیلات خودشون رو تموم کنن، بعضی که فارغ التحصیل شدن زیر مجموعه اجازه کاری که دارن میتونن به مدت 1 سال کار کنن و بعد درخواست اقامت خودشون رو اعلام کنن و حداقل باید 1 سال به طور حرفه‌ای در کشور کانادا کار کنن. در مورد تجربه کاری بخوام براتون توضیح بدم، اینطوری هست که متقاضیان این روش باید معادل 1 سال تجربه کاری یا سابقه کاری داشته باشن. سابقه کاریشون باید معادل سیستم رده‌بندی شغلی دولت کانادا یا NOC باشه که این رده‌بندی شغلی 3 تا سطح داره. تو برنامه‌های قبلیم در مورد CEC یا تجربه کانادا کاملا براتون توضیح دادم که سه تا لول داره، لول 0، تایپ A و تایپ B که تعریف شده به مشاغل مدیریتی، مشاغل حرفه‌ای و مشاغل مهارت‌های فنی. این افراد، یعنی افراد متقاضی زیر مجموعه این برنامه، باید سه سال قبل از اینکه بخوان درخواست خودشون رو بدن تجربه کاری داشته بوده باشند. همچنین افرادی که مهارت‌های سطح پایین دارن، اوجو شرایط تجربه ارائه درخواست برای مهاجرت از طریق تجربه کانادایی نخواهند شد. نکته دیگر این که افرادی که تقاضای پناهندگی دادن و در اون مدتی که منتظر جواب تقاضای پناهندگی خودشون هستن تجربه کانادایی پیدا کردن، نمیتونن زیر مجموعه برنامه تجربه کانادایی درخواست مهاجرت بدن. این افراد این برنامه تنها برای افرادی که ذکر کردم، که یه بار دیگه تکرار میکنم، افرادی که دانشجوی اینترنشنال، دانشجوی بین المللی بودن، درسشون رو تموم کردن، فارغ التحصیل شدن و الان دارن کار حرفه‌ای انجام میدن زیر مجموعه اجازه کاری که دارن، یا افرادی که در داخل کشور کانادا دارن کار میکنن، یا افرادی که قبلا کار کردن در کشور کانادا. پس پناهندگان زیر مجموعه این برنامه نمیشن حتی اگر که تجربه کاری دارن. دیگه براتون توضیح بدم که افرادی که میخوان زیر مجموعه برنامه تجربه کانادایی درخواست اقامت خودشون رو اعلام کنن، میتونن همسرشون هم واجد شرایط گرفتن کارت اقامت، کارت PR میشه. اگر که در ابتدایی که میخواستن داشتن فرماشون رو پر میکردن، همسر خودشون رو در پرونده وارد کردن. همچنین فرزندان زیر 19 سالی که از نظر مالی به خانواده وابسته هستن و ازدواج نکردن و کماکان مجرد هستن، هم میتونین زیر مجموعه پرونده خودتون قرار بدید. برنامه تجربه کانادایی تموم شد، برنامه 4 بود. برنامه بعدی برنامه PNP یا برنامه استانیه که دوباره توضیح میدم برای افرادی که تازه به ما ملحق شدن، برنامه رو دارن گوش میدن از شبکه تلویزیونی TM یا از یوتیوب. برنامه استانی 5 برنامه هست که افراد متقاضی، البته واجد و شرایط، میتونن درخواست اقامت خودشون رو به کشور کانادا از زیر مجموعه این برنامه اعلام کنن. دولت کانادا توافقنامه‌ای با هر کدوم از استانهای خودش امضا کرده که زیر مجموعه این توافقنامه هر استان به طور مستقل بر اساس شرایط فرد متقاضی مجاز به گرفتن اقامت دائم در اون استان خاص میشه.
چجوری افراد متقاضی پذیرفته میشن یا اینکه قبول میشن زیر مجموعه هر استان بسته به میزان مشارکت فرد متقاضی در اقتصاد اون استان داره. تعداد مشخصی از افراد هر استان میتونه به تعداد مشخصی از افراد اقامت بده که بر اساس ارزیابی استانی فرد متقاضی این افراد انتخاب میشن. یعنی که استان ارزیابی میکنه که این فردی که متقاضی گرفتن اقامت در یکی از استانهای کشور کانادا است آیا واقعا واجد شرایط هست؟ آیا واقعا اون فرد به اقتصاد اون استان میتونه کمک کنه؟ اینطور براتون در مورد برنامه گرفتن اقامت استانی توضیح بدم که این برنامه پروسه زمانبندیش بسیار کوتاهه و هر استان شرایط خاص و منحصر به فرد خودشو داره. استانهایی که در کانادا وجود دارن 11 استان هستن. من چند تا استان اینجا به اختصار برای شما توضیح میدم، مثل استان اونتاریو، استان بریتیش کولومبیا، استان کبک یا استان آلبرتا و استانهای دیگه. پس هر فرد با توجه به علاقش که دوست داره در چه استانی زندگی کنه و البته با توجه به شرایطی که داره میتونه زیر مجموعه یه استان درخواست بده. باید هر کدوم از شرایطی رو که استان واسه خودش تعیین کرده رو برآورد کنه، بعد میتونه درخواست اقامت بده. برنامه ششمی که میخوام زیر مجموعه گرفتن اقامت به کشور کانادا براتون توضیح بدم، برنامه مراقب یا برنامه کرگیوره. این برنامه به تازگی تغییر کرده. طبق تغییری که صورت گرفته، مراقبان نیازی نیست که در منزل افراد کارفرما زندگی کنن. کارفرما چه کسانی هستن؟ کارفرما افراد کانادایی هستن که نیاز به یک مراقب دارن که از فرزندان زیر کوچیکشون که زیر 18 سال هستن و یا از افراد مسن که نیاز دارن به اینکه یه نفر از اونها مراقبت کنه یا مثلا افراد ناتوان هستن کمک کنن. هر کدوم از این دو تا روش، یعنی که شما اگه بخواید بچه‌های اونها رو نگهداری کنید، بخواید افراد مسن رو نگهداری، مراحل خودشو داره. به طور اختصار بخوام براتون توضیح بدم، افراد مراقب نیازی نیست در خانه کارفرما دیگه طبق قوانین جدید و طبق برنامه جدید مراقب زندگی کنن. دیگه براتون توضیح بدم اینه که راه مراقبت از کودکان، باید فردی که میخواد زیر مجموعه مراقبت از کودکان اقامت خودش رو دریافت کنه، این فرد باید حداقل 2 سال سابقه کاری در زمینه مراقبت از کودکان در کشور کانادا داشته باشه، نمره زبانش باید نمره معادل CLB 5 باشه و حداقل باید 1 سال تحصیلات کانادایی بعد مقطع دیپلم داشته باشه، یا اینکه اگه تحصیلاتی داره از یک کشور دیگه باید این تحصیلات معادل مدارک تحصیلی کانادایی بشه. دیگه اینکه افرادی که میخوان از طریق مراقبت به کشور کانادا بیان و اقامت خودشون رو بگیرن، منتها از طریق مراقبت از افراد مسن و افرادی که ناتوان هستن یا اینکه نیازهای پزشکی خاصی دارن، اون افراد هم باید 2 سال سابقه کار در همین زمین داشته باشن. اون افراد باید در خانه فرد کارفرما مراقبت کنن از افراد میانسال یا اینکه در مراکز سلامت. این افراد شامل پرستارهایی میشن که مدرک دارن و ثبت نام شدن. همینطور پرستاران افرادی که اختلالات روانی دارن. کمک پرستاران و افرادی که در انجمن مراقبت از بیماران یا انجمنهایی که کمک میکنن به افراد ناتوان کار کردن. در این زمینه پرستارانی که ثبت نام شده، یا این که به زبان انگلیسی بهشون میگن ریجیستر نرس، اونا باید نمره زبانشون معادل CLB 7 باشه و اگر همینطور پرستارانی که میخوان پرستاران بیمارانی باشن که اختلالات روانی دارن و افراد دیگه‌ای که از طریقات دیگه روش مراقبت میخوان که مهاجرت خودشون رو بگیرن، نمره زبانشون باید معادل CLB 5 باشه و در هر دو روش حتما باید افراد 2 سال سابقه کار داشته باشن در این زمینه و اینکه حتما باید حداقل 1 سال تحصیل کرده باشن بعد از مقطع دیپلمشون. هفتمین
برنامه‌ای که زیر مجموعه گرفتن اقامت در کشور کانادا به حساب میاد و میخوام براتون توضیح بدم، اسمش هست برنامه ویزای راه اندازی کار، یا به تعریف انگلیسی استارتاپ ویزا، یا مخففش میشه برنامه SUV. در این روش یک برنامه مهاجرت به کانادا است. افراد میتونن از این طریق اقامت دائمی خودشون رو بگیرن و از طریق این ویزا فرد کارآفرین میتونه مهاجرت کنه به کشور کانادا. متقاضیانی که از این روش مهاجرت خودشون رو انجام میدن و میتونن مهاجرت کنن، باید به یکی از سازمانهای خصوصی در کانادا معرفی شده باشن که بتونن از طریق اون سازمانهای خصوصی وجوهی رو دریافت کنن، مبلغ پولی رو دریافت کنن و بتونن در کانادا اشتغال زایی انجام بدن. هدف از این برنامه استخدام افراد خارجی اشتغال زا و مسلما نوآور در کشور کانادا، افرادی که بتونن شغل‌های جدیدی رو ایجاد کنن و بتونن به رشد اقتصادی کشور کانادا کمک کنن. حالا برای اینکه افراد بتونن با سازمان‌های خصوصی در کانادا معرفی بشن، باید چه واژه شرایطی داشته باشن؟ چه شرایط خاصی رو داشته باشن؟ اولا اینکه یه سری نیازمندی‌ها این روش داره. 6 تا نیازمندی فرد متقاضی باید داشته باشه. مورد اول اینه که فرد متقاضی باید نامه حمایت از سازمان تعیین شده دولتی رو بتونه دریافت کنه، یعنی باید یه سازمان دولتی وجود داشته باشه که نامه بده که شما رو به عنوان فرد اشتغال زا یا فرد نوآور پذیرفته و قبول داره. سازمان‌هایی هستن در کشور کانادا که اون سازمان‌ها تایید شده دولتن، حتما باید از یکی از اون سازمان‌ها شما نامه داشته باشید. دومی که باید فرد متقاضی حداقل نمره زبان رو داشته باشه. در این روش حداقل نمره زبان معادل CLB 5. همینطور فرد متقاضی باید تحصیلات بعد از مقطع دیپلم حداقل 1 سال داشته باشه. دیگه اینکه باید فرد متقاضی مبلغ مناسبی پول داشته باشه که بتونه ثابت کنه که میتونه زندگی خودش رو در کانادا زندگیش رو ادامه بده. و مورد پنجم اینه که متقاضی باید برنامه زندگی کردن در یکی از استانهای کانادا جز استان کبک رو داشته باشه. و مورد ششم مدل آخر اینه که فردی که میخواد از روش برنامه ویزای راه اندازی کار یا کارآفرینی به کشور کانادا اقامت کنه، باید از نظر سلامت و امنیتی در کانادا تایید شده باشه. جزئیات سرمایه گذاری در این روش رو براتون توضیح میدم. اینطوریه که CIC یا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا یه سری صندوق‌های سرمایه گذاری داره. یه صندوق‌های سرمایه گذاری داره، یا گروه‌های سرمایه گذار داره، یا سازمان‌های انکوباتور سرمایه گذار داره. این سه تا سازمان و گروهی که براتون توضیح دادم، این سازمان‌ها سازمان‌هایی هستن که فرد کارآفرین یا فرد راه انداز برنامه جدید یا فرد نوآور باید به اینا معرفی بشن، اینا باید فرد رو بپذیرن، فرد رو قبول کنن، به فردی که میخواد نوآوری یا کارآفرینی کنه در کشور کانادا یه نامه بدن که ما شما رو قبول کردیم به عنوان یه فرد کارآفرین. حالا اگر که شما به عنوان فرد متقاضی نامتون از صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشه، مبلغ سرمایه‌گذاری حداقل باید مبلغ $200,000 کانادا باشه. اگر که از گروه‌های سرمایه‌گذاری باشه نامتون و تعهدتون با اونا، باید مبلغ $75,000 باشه. همینطور نیازی نیست که متقاضیان از مبلغ پول خودشون سرمایه‌گذاری کنن. این مبلغایی هست که اون ارگان‌ها و اون سازمان ها به فرد کارآفرین میدن که بتونه با اون پول کار کنه. دیگه اینکه باید براتون توضیح بدم اینه که اگر برنامه ویزای راه اندازی کار موفق نشد، فرد متقاضی کماکان میتونه اقامت دائم خودش رو نگه داره. حالا اگه فکر نکنید که این تعهدنامه رو به هر فردی میدن، فرد حتما باید وارد شرایط شده باشه، حتما باید بتونه توضیح بده که فردی کارآفرینه. کماکان منو همراهی کنید که براتون بیشتر توضیح بدم. فرد متقاضی باید یه فرم تعهدی بین خودش و بین اون سازمانی که بهش تعهدنامه میده رو داشته باشه. این فرم فیما بینه، یعنی بین شما به عنوان فرد متقاضی و بین اون سازمان وجود داره. این تعهدنامه بین هر دو طرفه که جزئیات کار که فرد متقاضی چه کاری رو قراره انجام بده،
در اون نامه نوشته شده. همچنین شما باید این فرم های تعهدنامه رو واسه دولت کانادا بفرست، برای اونا ارسال کنید. این فرم نشون میده که بین فرد متقاضی و یکی از سازمان هایی که ذکر کردم تعهدنامه وجود داره که باید جزئیات تعهد بین هر دو طرف کاملا ذکر شده باشه. مثلا با توضیح بدن که شما چه کاری رو میخوان انجام بدین و چه پولی به شما قراره واگذار کنن که کارآفرینی رو انجام بدین. همینطور فرد متقاضی این برنامه باید پشتیبانی رو از سازمان سرمایه گذاری دریافت کنه و همینطور باید فرد متقاضی بعد از اون اقامت خودش رو از کشور کانادا میتونه دریافت کنه. اگر که تعداد متقاضیان، تعداد افرادی که میخوان با یه سازمان کار کنن بیشتر از دو تا باشه، باید جزئیات تمام افراد ذکر شده باشه در تعهدنامه. همینطور یه فرد به عنوان فرد اصلی در نظر گرفته میشه، فرد اصلی پرونده، فردیه که باید به صورت مستقیم در روند سرمایه گذاری مدیریت و نظارت داشته باشه. مورد بعدی که میخوام در رابطه با این برنامه براتون توضیح بدم فرآیند بررسیه. برای محافظت از اینکه تقلب در این برنامه نشه، یه سری فرآیند بررسی صورت میگیره. یکیش اینه که به این صورته که باید اطمینان حاصل بشه که از نظر دولت باید اطمینان حاصل کنه که قراردادی فیما بین اون سازمان‌های مشخص شده و فرد کارآفرین وجود داره. همینطور افسر مهاجرت دولت کانادا سوالات متفاوتی رو در زمان‌های متفاوت از فرد متقاضی و از اون سازمان میپرسه که ببینه آیا اینا با هم برابری و همخونی دارند. این برنامه تموم شد. برنامه بعدی زیر مجموعه گرفتن درخواست اقامت به کشور کانادا مورد هشتمه. طبق این برنامه که اسمش هست برنامه داشتن شغل آزاد یا برنامه خود اشتغال زا، اینطوری هست که افرادی جذب کانادا میشن برای گرفتن اقامت که این افراد توانایی کار کردن برای خودشون رو دارن، یعنی که این افراد بتونن ثابت کنن که مشارکت و همکاری داشتن برای کارهای فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی یا کشاورزی. افراد متقاضی باید قصد و نیت خودشون رو برای کار در کشور کانادا ثابت کنن. همینطور باید این افراد ثابت کنن که میتونن کار رو در کشور کانادا به راه بیاندازن. افراد متقاضی یه برنامه خود شغل آزاد باید درخواست کارشون مرتبط باشه، باید درخواست کار مرتبط داشته باشن. مثلا اگه میخوان بگن که ما زیر مجموعه فلان روش میخوایم اشتغال زایی در کشور شغل آزاد انجام بدیم در کشور کانادا، باید بتونن ثابت کنن که این کار رو قبلا در کشور خودشون انجام بدن و سابقه کاری دارن. همچنین باید قصد و نیت خودشون در کشور کانادا بتونن به اثبات برسونن. همچنین این افراد باید بتونن که ثابت کنن که میخوان در فعالیت‌های اقتصادی کشور کانادا همکاری کنند. دیگه اینکه این افراد باید عضو فعالیت فرهنگی ورزشی در یک از سطوح دنیا بوده باشند و یا اینکه باید تجربه مدیریت مزرعه داشته باشند. فرد متقاضی برنامه شغل آزاد باید تجربه شغل آزاد داشته باشد در زمینه فرهنگی، ورزشی یا مدیریت مزرعه و این تجربه را در این سه تا روش باید در 2 سال در 5 با تجربه 2 ساله داشته باشد در 5 سال اخیر. همچنین این 5 سال باید قبل از ارائه درخواست یا پر کردن فرم های درخواست و فرستادن واسه دولت CIC دولت کانادا باشه. دیگه براتون با توضیحات دیگه که باید براتون بدم اینه که فرد متقاضی با دفترات بین المللی نه تنها شرکت کردن در دفترات بین المللی کافی نیست، باید بتونه ثابت هم بکنه. افرادی که میخوان در زیر مجموعه مدیریت مزرعه درخواست خودشون رو بدن باید 4 تا مورد رو به دولت کانادا ثابت کنن. اول اینکه باید ثابت کنن که داشتن کفایت در زمینه تکنولوژی دارن، سررشته دارن در زمینه تکنولوژی. مورد دومی که باید ثابت کنن که دانش ژرفی دارن در مورد تکنیک های مزرعه داری. مورد سوم اینه که باید بتونن ثابت کنن دانش عمیقی دارن در مورد بازار حبوبات یا محصولات حیوانی. و مورد آخر اینه که باید اون افرادی که در زمینه مدیریت مزرعه میخوان درخواست خودشون رو اعلام کنن باید بتونن ثابت کنن که مهارت دارن در زمینه ماشین‌آلات و تمام زمینه‌های مزرعه داری مدرن. متقاضی این برنامه باید مدارکی را دال بر حمایت افراد خانوادهش هم بتونه ارائه کنه. یعنی چی؟ یعنی که باید بتونه ثابت کنه که میتونه خانوادهش رو هم حمایت کنه.
شغلهایی که زیر مجموعه دستبندی شغل آزاد قرار میگیرن به ترتیب زیرن. مثلا مثل معلمهای موسیقی، هنرمندان، تصویرگران، کارگردانان، روزنامه نگاران آزاد، طراحان رقص، طراحان، مربیان، مدیران تئاتر یا موسیقی و مدیر یا راهنمای اپرا و کنسرت ها. مورد آخری که میخوام براتون توضیح بدم زیر مجموعه روش هایی که هر فرد میتونه درخواست اقامت به دولت کانادا بده مورد نهمه. این مورد اسمش هست برنامه آزمایشی مهاجر سرمایه گذار. این روش یک روش جدید سرمایه گذاری در کشور کانادا است. طبق این برنامه، یعنی برنامه جدید مهاجرتی سرمایه گذاری، یکی از تغییراتی هست که دولت کانادا اخیراً به سیستم مهاجرتی خودش اضافه کرده. هدف دولت کانادا این بوده که یه راه سریع‌تر و منعطف‌تر را در جهت بهبود سیستم اقتصادی مهاجرت در کشور کانادا ارائه کنه. همینطور این برنامه برای افرادیه که سرمایه گذار بین‌المللی هستن، یعنی که دارای مهارت و توانایی هستن که میتونن جذب جامعه کانادا بشن و در اقتصاد کشور را همکاری کنن، میتونن افرادی باشن که مفید باشن در پیشبرد اقتصاد کشور کانادا. مورد بعدی که باید براتون توضیح بدم اینه که سرمایه گذاری در این روش مبلغ 2 میلیون دلار به مدت 15 ساله. ارزش دارایی های فرد متقاضی باید مبلغ 10 میلیون دلار باشه. همچنین مهاجران این روش با شرط ویژه مهاجرتی را که عموماً ارزیابی مدرک تحصیلی یا دانش زبان انگلیسی را هستن باید داشته باشن تا بتونن صلاحیت پیدا کنن برای این برنامه. همچنین ارزیابی دولت کانادا برای این روش به این خاطره که افراد دولت کانادا میخواد مطمئن بشه که افراد حتما تاثیر بسزایی در اقتصاد کانادا خواهند داشت و بتونه که این افراد بتونن ثابت کنن که توانایی همسو شدن با جامعه و فضای اقتصادی کانادا را دارن. چند تا نکته باید زیر مجموعه این برنامه براتون توضیح بدم. 4 تا نکته است. نکته اول اینه که دولت کانادا برنامه های قبلی سرمایه گذاری رو، چون مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و برنامه اشتغال زایی رو کنسل کرده و لغو کرده یا اینکه حذف کرده. چرا؟ چون که اون برنامه ها به اعتقاد دولت کانادا و به خاطر اینکه تجربه های متفاوتی داشتن و اینکه به روش های مختلفی تونستن آزمایش کنن و آزمایش هاشون به این نتیجه رسیده که دو تا برنامه سرمایه گذاری قبلی همسو نبوده با سیستم اقتصادی کانادا و مهاجران سرمایه گذار به دو روش قبلی، این روش اشتغال زایی یا مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، در طولانی مدت در کشور کانادا باقی نموندن. به همین دلیل اون دو تا روش سرمایه گذاری قبلی حذف شده و روش جدید به وجود اومده. نکته بعدی اینه که با درخواست سرمایه گذاری غیر تضمینی فرد سرمایه گذار باید مبلغی به میزان 2 میلیون دلار رو و همچنین، یعنی مبلغ سرمایه گذاری به روش جدید مبلغ 2 میلیون دلاره و همچنین باید مهارت و قابلیت فرد سرمایه گذار برای این روش حتما باید آزمایش بشه توسط دولت کانادا. نکته بعدی اینه که سرمایه گذار در روش آزمایشی مهاجر سرمایه گذار باید بتونه پولش رو در جهت پدید آوردن نوآوری و رشد در کانادا صرف کنه. و مورد آخر یا نکته آخر اینه که مهاجران سرمایه گذاری که انتخاب میشن برای این روش توسط دولت کانادا باید بتونن ثابت کنن که پولی رو که دارن، یعنی که دارایی رو که ثابت میکنن داراییشونه یا سرمایهشونه، باید بتونن از مراکز قانونی نامه بیارن یا یعنی که ثابت کنن که این پول از طریق تجارت کسب و کار قانونی به دست اومده. متشکرم که امروز وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. من امروز توضیحات کلی دادم در مورد کل برنامه هایی که وجود داره در حال حاضر زیر سیستم دولت کانادا. به طور اختصار براتون هر کدوم از اون برنامه ها رو توضیح دادم. اگر که توضیحاتم به نظرتون جامع یا اینکه کامل نبود، من در زیر مجموعه هر کدوم از این برنامه ها شرکت اینکیوبت توضیحاتی داره و برنامه های آموزشی داره. از اون خواهش میکنم که اون برنامه های کامل رو مشاهده بفرمایید. مرسی که وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. روز خوش. خدا نگهدار.